دوستان عزیز، اگر مطالب ما قابل پسندتان است، ویدیو را لایک نمایید. و برای باخبر شدن ویدیوهای جدید با کانال ما مشترک شوید و زنگ کانال ما را روشن نمایید. سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب ما خوش آمدید. ویدیو امروزی ما شستن دست‌ها پس از تولد رفتن. شستن دست‌ها پس از تولد رفتن و اهمیت فوق‌العاده آن. شستن دست‌ها پس از تولد رفتن چیزی هست که ما به کودکان خردسال خود یاد می‌دهیم. این یک تمرین مهم برای جلوگیری از شیوه میکروب و بیماری‌ها است. شستن دست‌ها اگر با دقت کافی انجام گیرد، از مبتلا شدن به خیلی از بیماری‌ها می‌تواند جلوگیری کند. اهمیت شستن دست‌ها پس از تولد. همه ما می‌دانیم شستن دست‌ها نه تنها پس از تولد رفتن، بلکه هنگام دست زدن به وسیله‌های آلوده و عمومی از امنیت زیاد برخوردار است، زیرا می‌تواند یکی از عوامل بیماری‌ها باشد. شست و شوی دست‌ها افرادی که اسهال می‌گیرند را تا 31% کاهش می‌دهد. کاهش بیماری‌های سیستم ایمنی ضعف بر اثر اسهال 58%. کاهش بیماری‌های عمومی به میزان 16 تا 21%. روش درست شستن دست‌ها بعد از استفاده از تولد. رای درست شستن دست‌ها بعد از استفاده از دستشویی چی است؟ با توجه به مرکز کنترل بیماری CDC، شستن دست‌ها حداقل 15 تا 20 ثانیه طول بکشد. اغلب مردم نیمی از آن را می‌شویند، در حالی که نحو شستن مهم است که با صابون زیاد باشد، زیر ناخن‌ها و انگشتان را خوب بشویید و کف دست‌ها را خوب به هم بمالید. در حالی که آنها را به سادگی می‌مالید، اغلب تمام میکروب‌ها را از بین نمی‌برید. بیماری‌های عفونی تنفسی مانند اینفلوئنزا، سرماخوردگی و سایر عفونت‌های سیستم تنفسی فوقانی. میکروب این گونه بیماری‌ها توسط عطسه و صرفه وارد هوا شده و افراد دیگر را مبتلا می‌کند و یا از طریق دست زدن به مواد آلوده به بدن را پیدا می‌کند، که در این مورد هم شستشوی صحیح دست‌ها نقش مهم را در پیشگیری دارد. دست‌های خود را با آب تمیز تر کنید. بهتر است با آب گرم دست‌های خود را بشویید. با دست‌های خود صابون بزنید. بهتر است صابون مایع باشد، زیرا صابون جامد ممکن است روی خودش آلودگی داشته باشد. بعد از زدن صابون دست‌ها را کاملا با هم بمالید. کف دست، پشت دست و لای انگشتان خود را صابون بمالید. به زیر ناخن‌ها هم توجه کنید، خصوصا اگر بلند باشد، زیرا ممکن است میکروب آلودگی در آنجا باقی بماند. دست‌های خود را با آب تمیز کاملا بشویید تا صابون با همراه آلودگی‌ها برود. روی شیره‌ها هم چند بار آب بریزید تا تمیز شود، سپس شیر را ببندید. دست‌های خود را با یک دستمال تمیز یا دستمال کاغذی، یک دستگاه خشک‌کن در بیرون از منزل خشک کنید. فایده شستن دست‌ها. با شستن دست‌ها خطر ابتلا به بیماری‌های مانند سرماخوردگی، اینفلوئنزا، بیماری‌های ویروسی و ابتلا به باکتری کاهش می‌یابد. زمانی که افراد پس از اجابت مزاج، عوض کردن پوشاک و فعالیت‌های مشابه دست‌هایشان را نمی‌شویند، باکتری‌ها گسترش می‌یابند و دست‌هایش را که دارای میکروب‌های مانند میکروب‌های موجود در مطبوع انسان هست، به دهنش می‌برد، آلودگی پخش می‌کند.